حرف ما اینه که تا زمانی که آخوندها در ایران بر سر کار هستن، افراطی‌گری اسلامی به اشکال مختلف ادامه پیدا میکنه و از اون رو میشه از یک در بیرون کرد، ولی میره از پنجره دیگری باز بیرون میاد و کشورهای منطقه رو مستمر تهدید خواهد کرد. راه حل نهایی ولی اگرچه که در سرنگونی رژیم حاکم بر تهرانه، اون هم توسط مردم و مقاومت ایران، یعنی این کار اصلی مردم و مقاومت ایرانه، ولی برای رسیدن به این هدف سه مرحله ضروری وجود داره یا سه گام مهم در مقابل کشورهای منطقه هست که من دلم میخواد به طور خلاصه به اون اشاره کنم. اول، ساقط کردن دیکتاتور حاکم بر سوریه بشار اسد که امروز بیش از هر زمان دیگه در دسترسه. در سوریه باید با تسلیح ارتش آزاد و ایجاد منطقه پرواز ممنوع یک ابتکار عمل مشابه اون چه که در یمن صورت گرفت انجام بشه. این نیاز حیاتی مردم سوریه است. اگر آمریکا به مرز سرخ اعلام شده خودش در مورد کشتار شیمیایی در سوریه وفادار بود، شک نکنی که الان شرایط سوریه کیفاً متفاوت بود و ابعاد خسارات مادی به مردم سوریه اینی که الان هست نبود. حالا کشورهای عرب خوشبختانه در موقعیتی هستند که میتونن این ضایعه عظیم رو جبران کنند. نکته دوم، خلعیت از رژیم ایران در عراق که بزرگترین ضربه به بنیادگرایی در واقع حاکم بر تهران و کل منطقه است. باید نیروی تروریستی قدس و شبه نظامیان شیعه و دیگر عوامل رژیم رو که در حکومت مالکی در دستگاه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی عراق ریشه دوانده بودند بیرون کرد و رژیم رو از اینجا خلعیت کرد. و اما گام سوم و نکته سوم، حمایت از مقاومت ایران، یعنی اپوزیسیون اصلی رژیم آخوندیه که یک حلقه بسیار مهمه از این حمایت، حمایت از حفاظت مجاهدان ساکن لیبرتیه که میدونین در این دوران در واقع فشار و حصری که بر اونها اعمال شده بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. شما میدونید که اونچه که در عراق علیه اعضای مجاهدین از سال 2003 به این طرف روی داده تماما در خدمت رژیم ملاهای حاکم بر ایران بوده و در واقع باید گفت که این فشارها بر مجاهدین در اشرف و لیبرتی راه گشای نفوذ افراطی‌گری در عراق و در کل کشورهای منطقه بوده، چنان که 5,200,000 از مردم عراق در بیانیه خودشون در سال 2006 گفتن و همچنین 3,000,000 شیعه عراقی در سال 2008 اعلام کردن که مجاهدین خلق مهمترین سد سیاسی و فرهنگی در مقابل رشد و نفوذ بنیادگرایی در این کشور و در کشورهای منطقه هستند. و با همین روی کرد همگان رو به تشکیل جبهه فراگیری علیه منشأ تروریسم و بنیادگرایی، یعنی حکومت آخوندهای حاکم بر ایران، پراخت.